درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians و درس امروز رو به سفارش دوستی به نام هادی از تبریز درست میکنم. ایشون درس پیشبندها و پسبندها رو خواسته بودند. البته چند نفر دیگه از دوستان هم این درس رو خواسته بودند، درس prefixes and suffixes. خب پیشبند و پسبند ها واژه ها یا بگم واژگون هایی هستند، چیز در واقع یه واژه کامل در بعضی هاشون اصلا یه واژه کامل نیستن، یه بخشی هستن، یه چند حرف هستن که میان به یک واژه وصل میشن و معنای اون رو دگرگون میکنن، معنای اون رو عوض میکنن، یا در بعضی از موارد با اضافه شدن به اون واژه اون عملکردش رو تغییر میدن. مثلا فعل هست تبدیل میشه به صفت یا چیزی مثل این، اینجور کارهای رو انجام میده. مثلا تو زبان پارسی میگیم خوردن یه مصدره، اوکی، ما میگیم خوردن، بعد میگیم خوردنی، یه ای که بهش اضافه میکنیم به یک چیز داریم اشاره میکنیم، نه به یک کار. به این ترتیب پسوند ها میان و به جای اینکه ما بیایم واژه ها رو برای هر چیز یک واژه داشته باشیم، بلکه میتونیم یه خانواده ای رو از یک گروهی رو داشته باشیم، هم خانواده باشن واژه ها و توی اون از یک واژه واژه های متفاوت بسازیم. به ترتیب با دونستن پسوند ها و پیشوند ها ما میتونیم خب خیلی بهتر متوجه معنی ها بشیم. لازم نیست ما دونه دونه جمله هامون رو یا واژه ها رو بریم یاد بگیریم. گاهی وقتا با دونستن این پسوند ها و پیشوند ها ما با واژه‌ای که برای اولین بار حتی روبرو شدیم میتونیم اون رو متوجه بشیم، معنیش کنیم، بفهمیم معنی این چی هست، که توی این ویدیو خواهید دید مواردش زیاد هست. اوکی، پس حالا ما در کل یک واژه رو داریم که بهش میگیم روت یا ریشه، بعد بهش یک پسوند در ابتدای اون اضافه میکنیم، معنی اون رو عوض میکنیم یا همچین حالتی، یا یک پیشوند بهش اضافه میکنیم در ابتدا. به هر حال اگر در ابتدا بیاد پرفیکس هست، اگر در انتها بیاد سافیکس هست. ما میایم پرفیکس و سافیکس رو به واژه اضافه میکنیم تا ازش معنی دیگری رو بسازیم و یا اینکه اون رو کاربردش رو تغییر بدیم. بریم سراغ مورد اول که از پیشوندها پرفیکسز آغاز میکنیم و در ویدئوهای بعدی میریم سراغ پسوندها. اوکی، مورد اولی که براتون در نظر گرفتم آنتی هست. آنتی پیشوندیه که میاد در ابتدای واژه دیگری مینشینه و معنی اون رو کاملا متفاوت میکنه و میکنه زد. مثلا زد اگر واژه رو داریم، حالا اون آنتی که میاد در ابتدای اون مینشینه زد اون واژه میشه، حالا هر معنی که داشته باشه. بیایم مواردش رو ببینیم. آنتی فریز، فریز خب یخ زدنه. اوکی، فریز رو میدونستیم، ما این رو در موردش شاید میدونستیم. وقتی میایم آنتی فریز رو میبینیم، خب راحت ترجمهش میدونیم، این ضد یخ زدن یا ضد فریز شدن هست. هر چیزی که هست این معنی رو باید بده. به این ترتیب با دونستن یک پسوند میتونیم واژه ها رو بگیم. خیلی واژه های بیشتری رو الان بلد هستیم، 10 واژه بلدیم، حالا شدن 20 تا، چون که آنتی رو هم در ابتدای اونها میتونیم قرار بدیم. البته هر واژه‌ای هر پسوندی رو نمیپذیره، اما خب مواردی رو که هست با هم دیگه بررسی میکنیم. انتی ابورشن، ابورشن یعنی انداختن بچه، یعنی سقط جنین، این معنی رو میده. انتی ابورشن خب یعنی ضد این قضیه. حالا کسی که انتی ابورشن میتونه یک نفر باشه، مثلا فردی هست انتی ابورشن هست، یا یک گروهی هستن انتی ابورشن هستن، یعنی ضد سقط هستن، یعنی با سقط مخالفن، یا مثلا داروی هست یا ژنی هست، چیزی هست که انتی ابورشن هستش. اوکی، یعنی ضد سقط هست. مورد دیگه انتی کلاک مایز، این خودش از سه تا واژه تشکیل شده، در واقع سه تا قسمت داره. کلاک رو که میدونیم میزنیمش به دیوار، ساعت رو میدونیم که مثلا ساعت چنده، هر چیز اون کلاک هست. بعد کلاک وایز یعنی مثل اون چیزی که مثل ساعت بچرخه. اوکی، یعنی این اگر به این سمت حرکت کنه خب مثل ساعت داره جلو میره، درسته؟ اما اگر که اونوری به چرخه بهش میگیم چی؟ ضد یا مخالف حرکت عقربه های ساعت. اوکی، کلاک وایز یعنی موافق حرکت عقربه ساعت، انتی کلاک وایز یعنی مخالف حرکت عقربه ساعت. به این ترتیب مدرسان انتی ما ورژمون دوتا شد، دوتا چیز الان بلد هستیم. انتی بایوتیک
انتیبیوتیک هم که به هر حال یکی از اون واژه‌هایی که شاید توی پزشکی در موردش شنیده باشید، یکی از داروها هست. مورد بعدی انتی آسما، دوباره حالت پزشکی داره. این هم خیلی خیلی پیشوندها و پسوندها اینها توی نام داروها خیلی خیلی زیاد استفاده میشه. مورد دیگه اش انتی آسما، ضد آسم هست. انتی باکتریال، ضد باکتری. اوکی. انتی بلک، کسی، گروهی یا هر چیزی که ضد سیاه پوست باشه، مخالف سیاه پوست باشه یا نژاد پرستیش مخالف با سیاه باشه. انتی کانسر، ضد سرطان. انتی چرچ، کسی یا گروهی یا هر چیز جنبشی که ضد کلیسا باشه، مخالف کلیسا باشه. انتی الکهول و ضد الکل، مخالف با الکل. انتی انگزایتی، مخالف یا انگزایتی یعنی هیجان، ضد هیجان یا حالات چیزی که هیجان رو از بین ببره یا میزان هیجان رو پایین بیاره، میتونه دارو باشه یا هر چیزی مثل این. خب ما ممکنه واژه هایی رو بدونیم، حالا میدونیم که اینها رو ممکنه حالا واژه دیگه رو ببینیم که برامون آشنا نیست، اما وقتی میشکنیمش به اجزای تشکیل دهندش، اون وقت فهمیدنش راحت تر میشه. مثلا شاید انتی کلاک واینز رو اگر میدیدیم گفتیم واو این دیگه چیه، چقدر بلنده، اما وقتی نگاه میکنیم این آها کلاک رو داخلش میشناسم، شاید وایز رو هم میشناسم یا نشناسم و انتی رو میشناسم. خب اینها کمک میکنه که من بتونم حداقل حدودش رو حدس بزنم و یادگیری واژه ها به اون دشواری نباشه که هر کدوم رو باید بریم یه دونه معنیش رو یاد بگیریم. ما میریم 10 تا واژه رو بلد هستیم، یه پسوند یاد میگیریم، شاید شد 20 تا، شاید شد 15 تا، آیتنا یه پیشوند یاد میگیریم، این 10 تا یا این 15 تا تعدادشون بیشتر میشه، چرا که حالا ما میتونیم اینها رو با هم دیگه وصل کنیم و به واژه های بلندتر و با معنای بیشتر حتی برسیم. اوکی؟